مروری داشته باشم به بخش های جشنواره برای اینکه اطلاع رسانی کامل صورت بگیره. خب جشنواره بخش اصلی اون که خب بخش کامل و مستمرش انشالله خواهد بود، متمرکز بر حوزه رسانه هست و سعی شده که حداقل همپوشانی رو با جشنواره های مشابه داخل کشور داشته باشه. ما در حوزه تلویزیون در عرصه بین‌الملل در این لحظه من جشنواره ای رو خیلی به خاطر ندارم که داشته باشیم و آثاری که ما میتونیم بپذیریم در این بخش سریال های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی گفتگو محور، برنامه های تلویزیونی ترکیبی، مستند، گزارش خبری، گرافیک متحرک، محتواهای مکتوب شامل مقاله های تحلیلی، دیدگاهی و یا تحقیقی، برنامه های رادیویی و پادکست و رسانه های اجتماعی یا محتواهایی که برای رسانه های اجتماعی تهیه میشه، مانند ویدوکست ها، انیمیشن های کوتاه، فیلم های کوتاه و ویلاگ هایی که ویلاگرها به عبارتی روش کار میکنن. مستحضرید که سعی شده شقوق مختلف رسانه و خبر در این جشنواره به عبارتی بهش توجه بشه. برای هر بخش هیئت داوران مستقل مجزا با پارامترهایی که قابل ارزیابی هست انجام خواهد شد مثل دوره‌های قبلی و انشاءالله به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد. اما با توجه به شرایطی که در جهان و در غرب آسیا شاهد اون هستیم، در دوره قبل و این دوره تصمیم گرفتیم که بخش ویژه‌ای برای فلسطین داشته باشیم. خب در بخش فلسطین که آثار رو مستقلن دریافت میکنیم، استثناءً فیلم سینمایی رو اینجا جایی دادیم به خاطر اینکه تأکید کرده باشیم اگر اثری در این حوزه هست رو بتونیم ما به قضاوت بگذاریم. در کنار اون ویدیو کلیپ، فیلم های کوتاه، انیمیشن های کوتاه، تصویرسازی و بلاگرهای خبری، یعنی افرادی که به عنوان شهروند خبرنگار کمک کردند به انعکاس و روایت سازی مناسبی از رویدادهایی که اتفاق میفته. مستحضرید اگر ما بخوایم مقاومت مردم غزه رو در حوزه رسانه و اتفاقاتی که افتاده دستبندی بکنیم، فارغ از تحمل و خونی که ارائه کردند، این موبایل ها بود که تصویر درست و واضحی رو از غزه مخابره کرد، وگرنه در انحصار خبری که مرسوم هست توی جهان، رسانه های اصلی، جریان اصلی یا مینستریم ها دور محتواها میپیچند، بعضی وقتا ظلم میشه به بعضی از محتواها و روایتها و اون درست منعکس نمیشه. لذا ما برای تأکید بر این بخش سعی کردیم این بخشها رو پررنگتر کنیم.